با درود و فراوان به روان پاک آقای شجریان، درگذشت ایشون رو به خانواده گرامیشون و جامعه فرهنگی ایران تسلیت عرض می‌کنم. یازده یا دوازده سال بیشتر نبودم که به تهران اومدم و این علاقه و ذوق شوق بسیار یادگیری در من برانگیخته شده بود و میخواستم هر چه زودتر موسیقی آوازی را خیلی بهتر یاد بگیرم. اومدم خدمت آقای حسین یا حقی، ایشون من معرفی کردم به خدمت استاد ارجمندم آقای سلیمان خان امیرقاسمی سلیم خان و آقای بوذری به جناب آقای اقبال سلطان معرفی کردم، محضرشون رسیدم. آقای کریمی من خدمت آقای دوامی فرستادم و سایر اساتیدم آقای ادیب خونساری و تاج اصفهانی، حسن لحنی، نکیسا، همه اینا را من از محضرشون چی حضوری چی غیابی استفاده کردم که اینها آخرین حلقه های ارتباط با موسیقی اصیل ایرانی و دوران قاجار بودند. سابقه آشنایی من با آقای شجریان به سال 1345 برمیگردد که من به علت شغلی که داشتم به مشهد منتقل شدم با آقای شجریان و هنرمندهای مشهد آشنایی پیدا کردم. اصفهان در اون سالهای دیگر اثری از آن مکاتب بسیار با ارزش و روش سعی و اصیل آموزش سینه به سینه از اساتید گذشته باقی نمونده بود، به جز مرحوم استاد دوامی که ایشون هم در سن کهولت بودن، دیگر آواز خانان بزرگ گذشته یا از دنیا رفته بودن یا مثل آقای اقبال بیمهری ها که براشون شده بود در تهران حضور نداشتن. آنچه آقای شجریان در موسیقی آوازی به دست آوردن بر اثر تلاش مضاعف خود ایشون، ممارست زیاد و گوش دادن به آثار ضبط شده معدود مرحوم طاهرزاده و جناب زلی و دیگران و بهره گیری از نوازندگان آقای عبادی و آقای پایور و دیگران بودن. یه خاطره خیلی جالبی که من از ایشون دارم اینه، من در اولین کنسرتم چهارگاه که خونده بودم یه بیت شعر اونجا بود: مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی است، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد.
بعد این کنسرت مدت گذشت و تشییع جنازه آقای عبادی بود یا یکی دیگه در امامزاده طاهر بودیم. آقای شجریان اومد من بغل کرد و تو گوشم گفت میدونی چیه؟ گفتم نه. گفتش که بعضی فکر میکنن که شما این شعر برای من خوندیم. من در جوابش دوباره ایشونه بغلم فشردم و بوسیدمش و بهش گفتم من هرگز این کاری نمی کنم در زندگی و اصلا از این عوالم همیشه بدورم. روابط هنرمندا همیشه باید بر اصول انسانیت و اخلاقی باید باشه. هنرمند همیشه شاخصه، همه جا باید همیشه خودش کنترل کنه در حرف زدن، در رفتار حتما لازمه، چون اجتماع از این الگو برمی‌داره. هنر موسیقی ایرانی خصوصا آواز یکی از اصیل‌ترین و ریشه‌دارترین هنرهای جهان است و در طی هزاران سال سینه به سینه به بهای زندگی و خون گذشتگان ما به دست ما امانت رسیده. چی دست‌ها و سازهایی که در این راه شکسته شده و چی حنجره‌هایی که در کنج تنهایی خاموش شده. متاسفم که بگویم یه جز تعداد بسیار کمی عمومی کسانی که امروز دایی خوانندگی موسیقی ایرانی را دارن از مسیر هنر خارجن و بیشتر اون که در فکر حفظ این هنر با ارزش باشن در فکر خرج کردن در راه به دست آوردن ثروت، شهرت، موقعیت هستن. همه این امکانات به دست می آید ولی به صورت از دست می رود. تنها آثاری که با عشق، تلاش، دانش درست موسیقی خلق شدند در حافظه تاریخ یادگار می ماند. آنچه بمانده خواهد ماند هنر اصیل، پاکیزه، به دور از آلایش موسیقی ایرانی است و از همه این بالاتر انسانیت و درستی است. در خاتم رفتن آقای شجریان که بسیار زحمت کشیدن و ارزش بسیار داشتن به خانواده محترمشون تسلیت عرض میکنم و جامعه ایرانی همیشه مدیون محبت‌های هنریشون هستن. ضمناً از آقای شهرام ناظری که بسیار دوست صمیمی مثل آقای شجریان همیشه دوستشون داشتم و دارم همیشه سلامت و صداش پایدار و جاودان بمونه. Thank you.
امشب ندانم ای بت زیبا، امشب ندانم ای بت زیبا چه میکنی، ما بی تو خون خوریم و تو بی ما چه میکنی، خون ریختن به ناحق و با غیر ساختن امروز میتوانی و فردا چه میکنی. امشب ندانم ای بت زیبا چه میکنی، ما بی تو خون خوریم و تو بی ما چه میکنی. جفا کنی و نهانی خطا کنی، با این دو نرگس، با این دو مست نرگس گویا چه می کنی. قاصد دگر برای مجانین ضرور نیست، ای دل میانه من و لیلا چه میکنی. Thank you.
تهمت کار آفریدن بیچار بلبل بیچار بلبل این همه قوغا چه می کنی آیا بیچاره بلبل این همه گوغا چه می‌کنی آیا آیا گل را برای صحبت خواهر آفریده بیچاره بلبل.